ارتباطی که میگیریم در واقع قرار گرفتن در لا مکان، لا زمان، لا تضاد. نه جهنم نیست، جهنم بعدن اول یه خورده چیزای شیرین تر نشونتون میدیم، بعد یواش 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 در اونجا هم قرار میگیریم. دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. یه سری غذایامون، یه سری از ارتباطات ما رو در موقعیت‌های مختلف میشونه و کمک میکنه ما به درک اونجا نائل بشیم. مثل لامکان، مثل لازمان، مثل نیدام لامکان، لازمان، لاتضاد. الان بحث لامکان، لازمان، لاتضاده یکی از مهمترین ارتباطات در اصلا دنیای عرفانه. خب این ارتباط از اون ارتباط هست که روش لازم هست کار بکنیم برای اینکه جواب خیلی از سوالاتمون رو در واقع دریافت میکنیم. چرا؟ چگونش؟ به یه شکلی است که تا در اون موقع الان اینجا هستیم هزاران سوال داریم، ولی وقتی اینجا قرار میگیریم اینو که سوالی نداریم، همه چیز حله. خب دوستانی که متوجه شدن دیدن که در مثلا اونجا هیچ کدوم نه تنها از زمان و مکان احساس نمیشه، بلکه تضادی هم احساس نمیشه. یعنی مثل اینکه ما به جای رسیدیم که جواب همه سوالاتمون رو گرفتیم و راحت نشستیم سر جامون. یعنی تمام این هم مقام این قضیه اینجا، وقتی اونجا میری همه مسائل در واقع حل شده در واقع هست. و خب حالا همه اینها ما رو به نحوی دوباره آشتی پایین، آشتی بالا رو به نحوی ما رو بین این دوتا قضیه قرار میده. و خب ماحصل نهایی این قضایا این هست که یه جایی در یه جایی میشه ادغام پایین بالا، این وحدت به جایی میرسه که گفته میشه تو تیر ننداختی، من تیر انداختم، تو نکردی، من کردم. و خب این یک معما میشه، چجور من که منم، چطوری یه همچین اتفاقی رخ میده؟ زمانی است که این وحدت حاصل میشه، ما هم ماییم هم ما به اصطلاح نیستیم. خب این یکی از مسائل. یادتون نظر رو چطوری تعریف کردیم؟ گفتیم لا مکان، لا زمان، لا تضاد. این ارتباط میدونید برای چیه؟ این ارتباط میخواد پایه نظره، پایه نظر رو در یه سطح پیشرفته تری مطرح بکنه. دقت میکنید الان این تجربه که خانم نهالبار قسمت آخر فرمودن، یعنی ممکنه در یه صفر ثانیه ما برای یه کسی نظر میکنیم، تو همون صفر ثانیه احساس کنیم که خودمون یه لحظه نیست شدیم اومدیم. بله همون ببینید نمیشه اینا رو تعریف کرد. یه لحظه که نظر میکنی نیست شدی برگشتی، یعنی نظر میره به اینجا، اونه که میگه ما خاک را به نظر کیمیا کنیم. خب اما اینجا یواش یواش میخواد این مفاهیم باز بشه و بریم داخلش و تجربهش بکنیم. البته زورم نزنیم، عجله هم نیست، ما داریم میریم به هر صورت. چی میگن دیگه، همینه که همینه هستیم که هست. میدیم خودمون هم توپ منگنه و فشار نذاریم، ولی ما مجبور هستیم تعریف بکنیم، مجبوریم که بالاخره دور هم جمع شدیم، میخوایم یه مفاهیمی رو بالاخره با زور و با هر جور شده و این حرفا، این مفاهیم هم مشکله یه مقدارم، خیلی زیاد ما رو مقصر ندونید خانم افسر اسکی. خب و در واقع ما یک چیزی رو میخوایم بگیم که نه ادراکیه، مثل همون مزه سیب میمونه، ولی ما زور خودمون رو میزنیم. شما هم دعا بکنید که ما بتونیم اینو بتونیم برا پیاده کنیم. اما آخر عاقبت ما راضیتن مزیه، بالاخره ما از شما راضی، شما اما راضی علش میکنیم، نگران نباشیم. خواهش میکنم، مرسی ممنون. خب پس بحث نظر رو الان یه نگاهی بهش یه چیزی کردیم. این ارتباطی که اینجا برقرار کردیم
حالا تازه اونه که تو اینجا می اومدیم و می گفتیم و این حرفا، البته قبلا هم یه اشاره بهش کردیم. یک بُعد ذهن بی ذهنیه. ذهن بی ذهنی پایه‌ای بود برای اینجا. خب ذهن بی ذهنی، گستردگی، اینا پایه‌ای بودن برای اینجا. حالا اینجا میتونیم حرف آخر رو بزنیم راجع به یک نظر پیشرفته. حالا نظر پیشرفته اینا که خب میدونید یه خورده از نظر چیز درست نیست، اما یه نظر سطح بالاتر رو، یعنی تا اینجا به صورت های مختلفی مسئله نظر رو نگاه کردیم، اما اینجا از این زاویه هم دنبال کردیم.